برای بررسی این خبر همراه میشیم با همکارم بابک اسحاقی از تل آویو. بابک، بیشتر رو از تو بشنویم درباره بیانیه موساد. به ندرت موساد بیانیه ای بیرون میده و اصولا دفتر سخنگویی حتی برای بیرون دادن بیانیه هم نداره و این دومین بیانیه ای هستش که در یک هفته موساد از طریق دفتر نخست وزیری بیرون داده. اما آنچه که حائز اهمیت هست این هستش که بجز جنگی که اسرائیل در مرزهای شمالی و جنوبی خودش در حال حاضر با نیروهای حماس و حزب الله لبنان در گیر اون هستش، دورتر از مرزها هم هنوز اسرائیل را و حداقل شهروندان و تاجران اسرائیلی و همچنین یهودیان را حملات تروریستی تهدید میکنه. هفته گذشته موساد اعلام کرد که گروهی را در قبرس که میخواستن به یک تاجر یهودی سوء قصد کنن، اون را اطلاع داده به پلیس قبرس و با همکاری ماموران امنیتی قبرس این واقعه خونسا شده. و امروز هم بار دیگه موساد، این دفعه در قلب اروپا، در جایی که به کمتر این احتمال وجود داشت که گروهایی بتونن به اسرائیلی ها حمله بکنن، میگوید که 7 نفر را در این رابطه پلیس دانمارک دستگیر کرده. همه این اطلاعات از طریق موساد به نیروهای امنیتی و سازمانهای امنیتی اروپایی میرسه و اونها هم توانستن که این 7 نفر فلسطینی را دستگیر بکنن. اونها عضوی یا طرفدار حماس بودن. یکی از این افراد اتفاقا در هلند دستگیر شده. به گفته اسرائیل از همه شهروندان این کشور خواسته که در تا حد ممکن به خارج سفر نکنن، به کشورهای هممرز با ایران اصلا سفر نکنند و در جایی که هستند بسیار هویت اسرائیلی و یهودی خودشون را تا اونجایی که میتونن پنهان کنند. ممنون از تو همکارمون بابک اسحاقی که از تل آویو با ما بوده.